با درودهای گرم و آرزوی شادی و سلامتی برای تک تک شما همراهان و بینندگان عزیز. امروز شنبه 18 بهمن ماه 1399 برابر با 6 فوریه 2021 از سامانه گذار، ویژه همبستگی جهانی با پناهجویان، در خدمت شما دوستان، همراهان گرامی در هر کجای این جهان پهناور هستید، در خدمت شما عزیزان هستیم. با ما باشید. برنامه های ما را از طریق از زوایای مختلف به مسئله پناهجویی و مهاجرت و پناهندگی میپردازد دنبال کنید. بخش اول این برنامه اخبار و گزارشات پناهجویان و پناهندگان است با اجرای خانم مهسا نسیم دوست، عضو کمیسیون زنان و کودکان شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه. بفرمایید خانم نسیم دوست. با درود همراهان عزیز فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، امروز شنبه 18 بهمن ماه 1399 برابر با 6 فوریه 2021 گزارش خبری هفتگی پناهندگان و پناهجویان را از ویژه برنامه همبستگی جهانی با پناهجویان در ترکیه از سامانه گذار را تقدیمتون می‌کنم. صدها مظنون تحت تعقیب و مرتبط با قاچاق انسان در ترکیه دستگیر شدند. وزارت کشور ترکیه با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که پلیس نیروهای امنیتی کشور طی عملیاتی گسترده 2475 فرد تحت تعقیب و مظنون به ارتکاب جرایم مرتبط با قاچاق انسان و مهاجرت غیرقانونی را دستگیر کرده است. طی این عملیات 16 فرد مفقود یا روبوده شده از جمله 5 کودک نجات یافتند. همچنین 430 مهاجر غیرقانونی و 10 سازمان دهنده مهاجرت‌های غیرقانونی نیز دستگیر شدند. کمک غیرمنتظره ترکیه به پناهجوی ایرانی اخراج شده از آلمان. به نقل از دویچه، پلیس استانبول از انتقال یک پناهجوی ایرانی استرداد شده از آلمان به ایران مخالفت کرد و او را بار دیگر به این کشور بازگرداند. ترکیه علت این اقدام را ملاحظات بشردوستانه خواند. پلیس ایالت بایرن به تازگی ابراهیم عبدی جنکانلو، شهروند کرد ایرانی که تقاضای پناهندگیش در آلمان رد شده بود، را دوباره به ایران می‌خواستند استرداد کنند، به ترکیه باز پس فرستاد. بازداشت 104 پناهجوی غیرقانونی در شهر وان. 104 پناهجو که خط عبور از دریاچه تاتفان ولایت وان ترکیه را داشتند، توسط پلیس این منطقه بازداشت شدند. 7 نفر به اتهام قاچاق انسان در پیوند با این پناهجویان بازداشت شدند که 4 نفر آنها تحت حکم قضایی آزاد و 3 نفر دیگر به زندان محکوم شدند. قتل یک زن پناهجوی ایرانی در بالکسیر ترکیه. بنا به گزارش رسانه‌های ترکیه، روز سه‌شنبه 14 بهمن ماه جسد یک زن پناهجوی ایرانی با نام سمیرا رشیدیان، 31 ساله، در منزل شخصیش در شهر بالکسیر پیدا شد. طبق گزارشات منتشر شده، پلیس جسد مقتول را در حالی که گلوی او با چاقو بریده شده بود و کیسه پلاستیکی بر سرش کشیده بود مشاهده کردند. همسر او پس از بازگشت به منزل از محل کار با پلیس تماس گرفته و گفته بود با صحنه قتل همسرش روبرو شده، در حالی که شیر اجاق گاز منزل نیز باز بوده است. با این حال پلیس ترکیه او را به عنوان یکی از مظنونان این حادثه بازداشت کرده است. این زوج از سال 2018 به عنوان پناهجو در ترکیه زندگی می کردند. پلیس محلی اعلام کرده بود که تا پایان روند تحقیقات نمی تواند درباره جزئیات این قتل مشکوک و انگیزه های آن نظر قطعی صادر کند. بازداشت 9 پناهجوی ایرانی در تکیرداغ. پلیس با متوقف کردن و بازرسی یک مینیبوس 9 ایرانی که به صورت قاچاق وارد کشور شده بودند را بازداشت کرد. شهروندان ایرانی برای ورود به ترکیه نیاز به اخذ ویزا از سفارت ندارند و فقط با به همراه داشتن پاسپورت در ورودی مرزی هم می توانند ویزا را اخذ کنند. بنابراین تنها فعالان سیاسی و افرادی که با دولت و حکومت ایران مشکل دارند و امکان خروج قانونی از ایران برایشان ممکن نیست، از راه‌های قاچاق وارد ترکیه می شوند. اداره ضد تروریسم سازمان ملل متحد خواستار رسیدگی به وضعیت نابسامان 27,000 کودک رها شده در اردوگاهی در شمال شرق سوریه شد.
مقامات سازمان ملل میگویند بسیاری از این کودکان پسران و دختران افراطگرایانی از 60 کشور دنیا هستند که زمانی با پیوستن به گروه دولت اسلامی موسم داعش در تصرف مناطق وسیعی از عراق و سوریه مشارکت کردند. رئیس اداره ضد تروریسم سازمان ملل گفت روز جمعه 10 بهمن در جریان نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیدگی به وضعیت اسفناک کودکان در اردوگاه الهول یکی از مبرمترین مسائل دنیای امروز است. او افزود که 27,000 کودک بیپناه غیر سوری در این اردوگاه به حال خود رها شدند و احتمال دارد تومه عوامل گروه حکومت اسلامی شوند. به گفته مقامات سازمان ملل همکنون حدود 62,000 نفر در این اردوگاه سکونت دارند. بیش از 80% ساکنان الهول زنان و کودکانی هستند که در سال 2019 پس از آنکه شبه نظامیان گروه دولت اسلامی آخرین سنگر خود را در سوریه دست دادن به آنجا گریختند. سیاست سختگیرانه پناهندگی منجر به جان باختن 2 مهاجر در مرز بلغارستان شد. اجساد 2 مرد در منطقه جنگلی نزدیک مرز بلغارستان پیدا شد. این 2 نفر در تلاش برای یافتن زندگی بهتر راهی کشورهای اروپای غربی بودند. در این مسیر منجمد شده و جان خود را از دست دادند. در واکنش به سیاست ضد پناهندگان اتحادیه اروپا هزاران نفر در آلمان با شعار مرزها را باز کنید تجمع اعتراضی برپا کردند. بیش از 1,000 پناهنده و فعال حقوق بشر در اقدامی که در برلین برگزار شد از سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا انتقاد کردند. آنها در یک حرکت اعتراضی خواستار تخلیه اردوگاه‌ها و پذیرش پناهندگان در کشورهای اتحادیه اروپا شدند. بیش از 1,000 شهروند اتریش در مخالفت به اخراج 3 دختر پناهجو به گرجستان و ارمنستان دست به تجمع اعتراض زدند. تجمع بیش از 1,000 نفر از شهروندان اتریش علیه مخالفت با اخراج پناهجوان به خشونت کشیده شد. بنا به گزارش خبرنگاران و تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، پلیس اتریش در شهر اینسبروک در برابر معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرده است. دهکده کودکان SOS میگوید پناهجویان باید در همه کشورها شامل برنامه‌های واکسیناسیون شوند. دهکده کودکان SOS سازمان غیر دولتی کمک به کودکان انتقاد می‌کند که بسیاری از کشورهای جهان در استراتژی‌های واکسیناسیون کرونا پناهجویان را در نظر نگرفتند. این سازمان خواستار تغییر در استراتژی شده است. سخنگوی دهکده کودکان SOS روز سه‌شنبه 2 فوریه گفته است بیش از 1/3 از کشوری که تاکنون برنامه‌های واکسیناسیون را تهیه کرده‌اند، انسان‌هایی را که در حال فرارن شامل برنامه‌هایشان قرار ندادند. دهکده کودکان در ادامه گفته است این در تطبیق روند واکسیناسیون نیز با پناهجویان به عنوان انسان‌های درجه 2 برخورد می‌گردد، غیر قابل قبول است. 85% از 80 میلیون نفر در جهان که در حال حاضر فرار کردند در کشورهایی با درآمد کم و یا متوسط زندگی می کنند و به این خاطر با چالش‌های جدی روبرو هستند. این کشورها در تهیه واکسن کافی برای کشور و شهروندانشان با مشکلات عظیمی روبرو هستند. به قول دهکده کودکان SOS پناهندگان نیز مانند هر کس دیگری باید با این امکان را داشته باشند که واکسینه شوند و جامعه بین‌المللی باید این لحاظ اطمینان حاصل کند. سازمان ملل گفت پس از تخریب 2 اردوگاه در منطقه جنگزده تیگرای در اتیوپی حدود 20,000 پناهنده گم شده اند. ایالات متحده آمریکا حد نهایی پذیرش سالانه پناهجویان را به 125,000 تن افزایش داد. ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تحت رهبری جو بایدن رئیس جمهور جدید در آینده تقریباً 9 برابر پناهجوی بیشتر در مقایسه با حکومت دونالد ترامپ بپذیرد. در دوره ریاست جمهوری ترامپ حد نهایی پذیرش سالانه پناهجویی 15,000 تن بود. حکومت ترامپ در نهایت سالانه 15,000 پناهجو را می‌پذیرفت، اما جو بایدن رئیس جمهور جدید روز پنجشنبه اعلام کرد که این رقم به 125,000 تن در سال افزایش پیدا می‌کند. این مصوبه از ماه اکتبر امسال به اجرا در می‌آید. جمعه 5 فوریه حسن غریبی ملقب به بردیا پناهجوی 25 ساله در شهر اسپارتای ترکیه در پارک خودش را حلق‌آویز کرد و به زندگی خود پایان داد. بردیا با مشکلات فراوانی دست به گریبان بود. شیوع بیماری کرونا و بسته شدن کارها مشکلاتش را دوچندان کرده بود. بعد از بسته شدن بیمه درمانی پناهجویان
ایرانیان کمتر کسی از عهده هزینه های سرسام‌آور پزشکی در ترکیه برمی آید. بردیا آخرین باری که به بیمارستان رفت توان پرداخت هزینه های درمانش را حتی نداشت. بردیا مانند هزاران پناهجوی دیگر قربانی بی‌عدالتی و عدم رسیدگی مناسب به درخواست پناهندگی‌اش شد. جوانهایی مثل بردیا که نتوانستند استبداد، تبعیض و بی‌عدالتی رژیم ایران را تحمل کنند، با یک دنیا امید و آرزو مسیرهای سخت و پرمخاطره را به جا می‌خرند و مسیر مهاجرت را انتخاب می‌کنند. عزیزان بیننده، سپاس از اینکه تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه دیگر، بدرود. با تشکر از خانم نسیم دوست، بینندگان و همراهان عزیز با ما باشید برای شنیدن و دیدن بخش‌های دیگر برنامه‌های ما از سامانه گذار از استبداد و دموکراسی و داد. شاد و سلامت باشید.